خدا رو شکر. من هم سلام میگم یک بار دیگه به همه شما عزیزان و عزیزانی که در خانه های خودتون هستید و در این ویدیو من نوروز رو تبریک گفتم و یک بار دیگه به صورت لایف سال نو و نوروز رو به همگی شما عزیزان تبریک میگم، عزیزانی که در خانه های خودتون هستید، در هر جا، در هر شهر و در هر حالت باشه که به نام مسیح، همونطوری که شبانان عزیز ما این آیه رو اعلام کردن و این دعای پرقوت رو کردن، مطمئنیم امسال این قوت و این نور بر کلیسای ما جاری خواهد شد، آمین، و درخشان خواهیم شد. خدا رو شکر. من ابتدای سال نو میلادی که بود، این کلامی که داشتم این رو خواهر فریدم چند بار در این چند وقت به یاد من آورد. خواهر فریده جان اگه میبینی جات خالی امروز، من اونجا گفتم که واقعا این سالی که شروع میشه نمیدونیم چه سالی هست، نمیدونیم چه اتفاقاتی میفته، و همین ابتدای سال واقعا متوجه شدیم که واقعا نمیدونیم چه اتفاقاتی میفته، انقدر اتفاقات متفاوت و غیر مترقبه افتاد که اصلا میتونم بگم دود از سر من یه نفر بلند شد در بعضی چند وقت. اما یک چیز رو در این جمله من ناقص گفتم، هرچند که هنوز هم به شخصه نمیدانم که چه اتفاقی میفته و چه چیزی قرار پیش بیاد، اما یک چیز رو میدانیم و به اون ایمان داریم که عیسی مسیح خداوند میگه من ابتدا و انتها هستم، من آلفا و امگا هستم، من اول و آخر هستم. از ابتدای سال تا آخر سال عیسی مسیح هست. او در ابتدای سال ما رو دیده و انتها رو هم دیده، آمین. پس هر اتفاقی بیفته، هر چیزی که پیش بیاد در تمام این لحظه های زندگی، عیسی مسیح هست. ما نمیدونیم که چه خواهد شد، اما او میدونه، آگاهه، چون او خدای حاضر هستش، آمین، و تا آخر سال با ما خواهد آمد. امروز میخوام با یک دید متفاوتی به زندگی وارد کلام خدا بشیم، یا یک قسمت‌هایی رو شاید بیشتر نوروز رو و اتفاقی که میتونیم تجربه کنیم رو بتونیم بررسی کنیم. هر انسانی که به دنیا میاد یک کتاب یا یک دفتری برای زندگی او قرار میگیره و این کتاب و دفتر باز میشه. صفحات این کتاب و دفتر تماما سفید هست و برای ما باز میشه و ما هستیم که در واقع با هر روزی که میریم جلو این صفحات رو ورق میزنیم و به پیش میریم. اما قبل از اینکه به این کتاب و اینکه ما چطور با این کتاب میخوایم رفتار کنیم یا رفتار کردیم یا اصلا چه اتفاقی میفته بخوایم صحبت کنیم، باید بدونیم که این کتاب زندگی ما، هر انسانی، اصلا مهم نیست ایماندار بیمار، هر انسانی که این کتاب براش باز میشه، دو تا قانون داره. اولین قانون این هستش که وقتی که ما برای هر صفحه داریم فقط 24 ساعت هست. بعد از 24 ساعت چه ما بخوایم و چه نخوایم، این صفحه ورق خواهد خورد و به روز بعد خواهد رفت. تجربه کردیم، نه روزایی بوده که خیلی برای ما شیرین بوده و گفتیم ای کاش تموم نشه، با یک شخصی که دوستش داشتیم یا در یک جایی که خیلی برای ما خوب بود یا سفر بودیم یا داشت به ما خوش میگذشت، دیدین آرزو رو میکنیم ای کاش امروز تموم نشه، ای کاش طولانی بشه، ولی اون روز خوب تموم میشه. و یا حتی روزهای بعدی من خودم تجربه کردم، واقعا وسط روز بوده با خودم گفتم امروز فقط امروز تموم بشه، یعنی امشب شب بشه من بخوابم، یعنی راحت بشم از این روز. اما بازم اون زمان خودش رو طی میکنه. ما نمیتونیم یک روز رو، یک سفر رو طولانی تر کنیم، نمیتونیم کوتاه تر کنیم. عیسی مسیح خداوند در انجیل متی میگه کیه که بتونه با نگرانی یا با فکر کردن یک ساعت یا ثانیه‌ای به عمر خودش اضافه کنه یا کم کنه. پس این اولین قانون هست که ما برای نوشتن و یا کشیدن هر چیزی در صفحه زندگی برای هر روز فقط 24 ساعت وقت داریم. و قانون دوم این هستش که این کتاب زندگی ما هرگز نمیتونیم به عقب این رو ورق بزنیم. این کتاب زندگی فقط به جلو ورق میخوره. هر اتفاقی در گذشته افتاده باشه، هر کاری تو کرده باشی، هر تصمیمی گرفته باشی، تو هرگز نمیتونی برگردی. متاسفانه یا خوشبختانه تو هرگز نمیتونی برگردی. من فکر میکنم همه ما این تجربه رو داشتیم و گفتیم ای کاش تو فلان روز من فلان کار رو نمیکردم، ای کاش فلان حرف رو نمیزدم. من هزار بار هنوزم میگم ای کاش فلان جا نمیرفتم، ای کاش فلان حرف رو به فلانی نمیزدم، ای کاش فلان پیام رو نمیدادم. ای نه، هیچ کاری نمیتونی، فقط حسرت ها و ای کاش میمونه و ما نمیتونیم هرگز برگردیم و کاری که انجام دادیم و انجامش ندیم. این قانون رو، دو قانون در این کتاب هست برای زندگی ما. پس این رو باید خیلی خوب بدونیم.
همه ما وقتی که به دنیا میایم صفحه های اول زندگیمون کتاب در واقع قسمت های اول زندگی ما توسط پدر و مادر ما نوشته میشه برای ما. ما هیچ اختیاری برش نداریم. اونا هم هر کاری دلشون بخواد با ما میکنن. پدر مادر رو میدونن دیگه. الان بچه رو بخوابونی نخوابونی، زود غذا بدی دیر غذا، بچه کاری نمیتونه بکنه. در صورت پدر مادر دارن کارها رو میکنن و خیلی هم اتفاقا خوش میگذره. خیلی ها مثلا میگن بچگی بهتر بود چون هیچ مسئولیتی نداشتیم. و پدر مادرام خیلی اتفاقا دوست دارن بچه، یعنی همیشه بچه باشن. بابای من اینطوری، یعنی هنوزم مثلا به خواهر بزرگ من که 43 سالشه هنوز میگه ای کاش تو بچه بودی. به منم همیشه میگه ای کاش تو هنوز بچه بودی. به خاطر اینکه هر کاری دلش می‌خواست میتونست بکنه و این صفحه رو بنویسه، البته خب چیزهای مثبت، حالا مثبت یا منفی، فقط اون میتونست انجام بده، درسته؟ تا یک جایی که عزیزان این کتاب به دست خود ما میفته. دیگه پدر و مادر نیستن که برای ما می‌نویسن، برای ما تصمیم می‌گیرن، برای ما فکر می‌کنن. من و تو هستیم که تصمیم می‌گیریم، فکر می‌کنیم، عمل می‌کنیم و در این کتاب می‌نویسیم. اتفاقات متفاوت همه ما تجربه کردیم. میتونه خرابکاری‌های ما باشه، گناه‌های ما باشه، هر کاری دلمون که خواسته کردیم، هر چی دلمون خواست نوشتیم. بعضی جاها خیلی خوب بوده، وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم چه اتفاقات خوبی بوده. بعضی جاها شاید خیلی بد بوده، خرابکاری‌های کردیم، شاید اصلا ازش شرمنده هستیم، هیچ موقعاً تعریف نکنیم. خیلی صفحه ها رو دوست داشتیم، به یاد خاطرات میفتیم، ای کاش اون روزا دوباره تکرار بشه. و یا خیلی صفحه ها رو اصلا دلمون میخواد پاره کنیم بریزیم دور، ای کاش این روز کلن، این اتفاق اصلا، یا این هفته ها ماه ها کلن از زندگی من پاک بشه. اونقدر بد بوده که بعضی صفحه ها رو دوست داریم بریزیم دور، و بعضی جاها انقدر خوب بوده که حتی آرزو میکنیم ای کاش میتونستیم برگردیم و دوباره اون روزها رو تجربه کنیم، ای کاش دوباره میتونستیم برگردیم و اون اتفاقات رو تجربه کنیم. اما نمیتونیم. در هر دو حال نمیشه، چه خوب چه بد نمیشه، چون این قانون این کتاب هست که به پیش بره، که ورق بخوره و به پیش بره. این کتاب، کتاب زندگی من و تو، داره فقط به سمت جلو میره. چه تو بخوای چه تو نخوای، چه تو باهاش بری چه تو باهاش نری، این کتاب داره به سمت آینده میره و داره به سمت جلو میره. بعد از ایمان کتاب زندگی من و تو عوض نمیشه، کتاب زندگی همون خواهد بود، نه؟ همون هست، فقط یک فصل تازه‌ای در زندگی من و تو شروع میشه. این بار اینجا دیگه تصمیم به عهده من و توست که چطور بنویسیم، که چه طرحی بکشی. بعد از ایمان آیا این قلم همچنان در دست من و توست که خودمون فکر کنیم، خودمون بنویسیم، خودمون بکشیم؟ شاید یک شخصی بگه خب من انسان بالغی هستم، من تحصیلات کردم، من تجربه کردم، از گذشته زندگیم درس گرفتم، دیگه اونا رو تکرار نمی کنم، دیگه اشتباهاتم رو تکرار نمی کنم، دیگه خرابکاری نمی کنم و سعی می کنم با قدرت خودم، با فکر خودم، با تجربه خودم خوب بنویسم. اما راستش رو بگم، نظر من البته، فکر نمی کنم تهش زیاد چیز خوبی در بیاد اگه خودمون بخوایم بنویسیم. در آخر اون چیزی که بخوایم نمیشه. اما یه کار دیگه میتونیم بکنیم، برگردیم به دوران بچگی که پدر و مادر برای ما مینوشتن و ما جلو میرفتیم، نه؟ بیاییم میتونیم این تصمیم رو بگیریم که مثل بچگی بگذاریم این بار هم پدر آسمانی برای ما فکر کنه، پدر آسمانی به جای ما بنویسه و به جای ما بکشه. خیلی زیباست عزیزان، یک آیه خیلی زیبایی در رساله اول پتروس باب 5 آیه 7، این آیه میتونم بگم یکی از آزاد کننده ترین آیه های زندگی من بود. میگه تمام فکرهای خود رو به خدا واگذار کنید، زیرا که او برای شما، توی ترجمه دیگه میگه او به جای شما فکر خواهد کرد. هللویا. ما یه موقع به این آیه آمین میگیم فقط باش زندگی نمی کنیم. میگه تمام فکرهای خودتون رو به خدا واگذار کنید، از خدا، نه دوستت، نه شبانت، نه رهبرت، نه یه شخص خیلی خوب، به خدا. و میگه خدا به جای من و تو فکر میکنه در هر اتفاق، در هر لحظه، در هر شرایطی. خدا به جای من و تو فکر میکنه، برای من و تو فکر میکنه. چقدر ما به این باور داریم؟ این باور یک قسمته، و چقدر با این باورمون ما زندگی میکنیم؟ همین یک آیه به نظر من اگر برای ما باز بشه، برای ما مکاشفه، اینو درک کنیم،
اصلا وارد یک آزادی میشیم که در هر لحظه ای خدا داره برای من فکر میکنه، خدا داره به جای من فکر میکنه. اما خدا چه فکری میکنه؟ خدا چه فکری میکنه؟ خدا میگه در ارمیا باب 29 آیه 11 میگه زیرا فکرهایی که برای شما دارم میدانم که فکرهای سعادتمندی است نه تیره بختی، تا به شما امید بخشم و آینده ای عطا کنم. این است فرموده خداوند. این عزیزان فکر خدا برای من و توه. فکرهای خدا برای من و تو فکرهای سعادتمندی است نه تیره بختی. و خیلی زیباست، میگه امید بخشم و آینده ای عطا کنم. امید بخشم و آینده ای عطا کنم. نمیگه من فکرهای من برای تو فکرهای سعادتمندیست، فکرهای خوبه، فکرهای عالیست، فکرهای تیره بخشی نیست، تا هم گذشته تو رو درست کنم، هم تو گذشته تو دوباره چیزهای کار کنم، هم یکم آینده تو رو. نه عزیزان، خدا داره برای من و تو فکر میکنه، به جای من و تو فکر میکنه. او هر روز و هر لحظه داره برای آینده من و تو فکر میکنه و او تمام فکرش این هست که تمام تمرکز من و تو رو از روی گذشته برداره، به گذشته ای که من و تو درش گیر میکنیم، از اشتباهات، از خرابکاری ها، و میگه میخوام یک آینده متفاوتی به تو عطا کنم، یک آینده پر از امید، آینده ای که سرشار از امید، شادی و خوشی است. آیا من و تو به زندگی خودمون اینگونه نگاه میکنیم یا چشمان ما همش به گذشته است، به اشتباهاتی که کردیم، به اتفاقات بدی که برای ما افتاده، و یا حتی مورد بدتری میتونه باشه؟ عزیزان این که در حالت بدتر و سختتر ما در یک قسمتی گیر میکنیم و نمیتونیم به پیش بریم، در یک صفحه از کتاب زندگی خودمون گیر میکنیم، این صفحات ورق میخوره، سفید سفید سفید، چون ما یه جا گیر کردیم، نه موندیم تو اون صفحه، این همینطوری داره میره، سفید سفید و هیچی توش نیست. سال عوض میشه، ماه عوض میشه، نوروز میاد، نوروز میاد و میره، کلام میشنویم، دعا میشه برامون، وعده های متفاوت رو میشنویم، اما یک جایی هنوز گیر کردیم و انگار نمیتونیم به سمت آینده بریم. و بعضی وقتا افراد حتی امکان داره به نقطه‌ای برسن که اصلا نمیتونیم باور کنن افراد و اصلا نمیتونن تصور کنن که یک آینده بهتری هم وجود داره. چرا؟ چون که در یک صفحه گیر کردن. ما در کلام خدا قوم اسرائیل رو می‌بینیم. قوم اسرائیل بعد از اینکه زمان قحطی شد، در زمان یوسف در واقع به مصر رفتند، در سرزمین جوشن ساکن شدند، تا زمان موسی 430 سال قوم اسرائیل در سرزمین مصر بودند. 30 سال اول زمان خوبی بود. یوسف زنده بود، فرعون زنده بود، فرعون دوره یوسف، و به اونها رسیدگی میشد، به اونها برکت داده میشد، اونها در رفاه زندگی میکردن. کلام خدا میگه فرعون جدیدی که آمد یوسف و کارهای او و خانواده او رو نمیشناخت. عجیبه برای من اینکه چطور نمیشناخت، اما به هر حال کلام خدا میگه نمیشناخت. و این فرعون جدید اونها رو وارد در واقع یک اسارتی میکنه، وارد یک بندگی میکنه. میبینه اینا خیلی داره تعدادشون زیاد میشه، خیلی گاو و گوسفندای خوبی دارن، بچه‌هاشون چاق و چلن، گاو و گوسفنداشون چاق و چلن، هر خانواده مصری مثلا یه دونه بچه داره، اینا 5 تا بچه دارن. طبیعی ترسه، میگه اینا الان زیاد میشن، میان ما رو میگیرن، پس بیایم به اینها ظلم کنیم، بیایم به اینها ستم کنیم، اینها رو زیر کنترل و تسلط خودمون نگه داریم تا اینها رشد نکنن، تا اینها بزرگ نشن. و 400 سال در جای دیگه کلام خدا میگه 10 نسل اینها تحت اسارت بودند و هیچ تصویری اصلا از آزادی دیگه این نسل دهم آخر نداشت. شاید نسل اول و دوم داشتند، نه یکم از گذشته شنیدم. من به عنوان مثال من یادم همیشه پدر و مادر من وقتی که با دوستای قدیمی خودشون جمع می‌شدن فقط در مورد خاطرات قبل از انقلاب تعریف می‌کردن. نه قبل از انقلاب اینطوری بود، قبل از انقلاب اونطوری بود، ما این آزادی رو داشتیم، این رفاهو داشتیم، کار اینطوری بود، درآمد اینطوری بود. خیلی من خودم 10 سال بعد از انقلاب به دنیا اومدم، ولی خب این چیزهایی که می‌شنیدم از اون نسل قبل یه تصوری داشتم که چی بود، چطوری بود، یکم فیلم و عکس بعضی وقتا می‌دیدیم. نه و
فقط این نسل اول اونها هم حتما یکم شنیده بودن که چه آزادی هایی رو در سرزمین مصر داشتن، چقدر خوب بود. فقط بعد از ده نسل دیگه کسی نبود برای اینا تعریف کنه که زندگی در آزادی یعنی چی، زندگی در راحتی یعنی چی، زندگی در خلاصی یعنی چی. این نسل عزیزان، این نسل قوم خدا یک جوری انگار بندگی و بردگی تحت ظلم و اسارت بودن تو پوست و گوشت و استخونشون رفته بود، یک قسمتی از هویت اینا شده بود. چون پدران اینها بنده بودن، پدر بزرگان اینا برده بودن، پدر پدر بزرگشون هم برده بود. اینا یعنی چشمشون رو باز میکردن از اون کودکی میدونستن که ما باید زیر ستم و تسلط فرعون کار کنیم، بیگاری بکشه از ما. قوم نزد خدا سالها فریاد برمی آوردن، ناله میکردن. نمیخوام داستان رو همه میدونید. خدا قوم صدای ناله اونها رو میشنوه، شرایط اونها رو میبینه و میخواد بیاد و به اونها کمک کنه، یک آینده یه پر امید به اونها ببخشه. برای این کار خدا موسی رو انتخاب میکنه، در کتاب خروج میتونید بخونید، با موسی ملاقات میکنه، هارون رو انتخاب میکنه و شروع میکنه به موسی هارون میگه که من میخوام دوباره قوم خودم رو آزاد کنم، من میخوام اونها رو دوباره از تسلط و اسارت بیارم بیرون، من میخوام که اونها در برکت باشن. با چه وعده های بی‌نظیری به سراغشون میره. این وعده ها رو من میخوام بخونم و شما گوش بدید. در اینجا ننوشتم متاسفانه، فقط میخونم در خروج باب 6 آیه 6 تا 8 خدا داره به موسی میگه اینها رو به بنی اسرائیل بگو. میگه پس بنی اسرائیل رو بگو من یهوه هستم و شما رو از زیر یوغ بیگاری مصریان بیرون خواهم آورد. من شما رو از بندگی ایشان رها خواهم کرد. به بازوی افراشته و داوری عظیم شما رو خواهم رهانید. من شما رو بر خواهم گرفت تا قوم من باشید. من خدای شما خواهم بود. آنگاه خواهید دانست که من یهوه خدای شما هستم که شما را از زیر یوغ بیگاری مصریان به در آوردم. من شما را به سرزمینی خواهم برد که به دست افراشته سوگند خوردم آن را به ابراهیم، اسحاق و یعقوب ببخشم. آری من آن سرزمین را میراث شما خواهم کرد. من یهوه هستم. آیا این آیات عالی نیست؟ چه آیه هایی؟ خدا سوگند میخوره، قسم میخوره بر اونها، میگه من با دست افراشته خودم شما رو برمیگیرم، خودم شما رو میدم، یک سرزمینی به شما به میراث میدم. چه آیه های، چه برکت بزرگی. چند وقت پیش من داشتم این کلام رو میخوندم، یک آیه توجه من رو خیلی به خودش جلب کرد و اونم عکس العمل قوم بود. در خروج باب 6 آیه 9 موسی این سخنان را به بنی اسرائیل باز گفت، ولی آنان به سبب پژمردگی روح و بندگی طاقت فرسای خود به او گوش ندادند. به سبب پژمردگی روح و بندگی طاقت فرسایی که 400 سال در سرزمین مصر داشتن، به وعده های خدا، به سخنان موسی گوش ندادند. قلب اونها عزیزان بسته شده بود، گوش اونها به سمت هر وعده، به سمت هر پیام، به سمت آینده بسته شده بود. خدا انگار میخواست یک نوروزی رو برای قوم اسرائیل بفرسته که اونها رو تازه کنه، اونها رو احیا کنه، اما قوم نمیتونستن این رو ببینن و درک کنند. خواهر و برادر عزیز، عزیزی که در خانه خودت هستی، تو در کجای زندگی خودت دوچار پژمردگی روح شدی؟ در کدام صفحه این کتاب زندگی روح تو پژمرده شده؟ چه مرحله‌ای در زندگی تو اونقدر طاقت فرسا بوده؟ میگه به سبب بندگی طاقت فرسا، اونقدر طاقت فرسا بوده در زندگی تو که تو رو تو خودش نگه داشته مثل یک بنده. چه تجربه ای؟ صفحه ها ورق میخورند، صفحه های کتاب زندگی تو ورق میخورند، اما تو به سبب پژمردگی روح و اتفاق بدی که تو رو در بندگی خودش نگه داشته که برای تو طاقت فرسا بوده، تو در اون صفحه ماندی و این صفحه ها داره جلو میره. خبر خوب این هستش، خدا همونطور که قوم رو در نهایت آزاد کرد، امروز میخواد عزیزان من و شما رو آزاد کنه. خدا میخواد یک شفا و یک رهایی تازه ببخشه تا
تا حقیقتاً بتونیم نوروز رو نه فقط به زبان و تبریکات و چیزهای طبیعتی که می‌بینیم، بلکه در قلب و زندگی خودمون نوروز رو تجربه کنیم. خدایی که قوم اسرائیل رو رهانید و آزاد کرد، حتی اگر اونها باور نکردن، این خدا دیروز، امروز و تا ابدالآباد همانه و امروز نیز قادر این کار رو عزیزان در زندگی و در قلب من و تو انجام بده. تو از اون صفحه‌ای که تو درش گیر کردی آزاد بشی و به سمت اون آینده پر امیدی که خدا برای تو همین لحظه داره فکر میکنه بتونی به پیش بری، بتونی به صفحه امروز بیای، اول از همه بتونی به صفحه امروز بیای و با خدا در زندگی خودت، در کتاب زندگی خودت چیزهای تازه بنویسی، نقش تازه بکشی. امروز خدا عزیزان میخواد تو رو آزاد کنه، رهایی ببخشه تا به سمت اون آینده پر امید به پیش بری. وقتی ما به فصل بهار نگاه میکنیم، میبینیم که چطور درختهایی که خشکن، درختهایی که یخ زده هستن، درختهایی که عریانن، درختهایی که جونی ندارن شکوفه میدن. البته امسال اگه سرما بذاره اینا شکوفه میدن، درختها هنوز شکوفه ندادن از سرما، دوباره شکوفه میدن. درختی که من واقعا هر بار توجه میکنم، جلوی پنجره اتاق من دو تا درخت بزرگ هست و اینا تو زمستون یعنی همه هیچی نیست، لخت لختن، خشک، یعنی اصلا احساس میکنی اینا رو الان یه فندک بگیری میسوزه. اما واقعا از یک روز به یک روز، از یک هفته به یک هفته دیگه، هر دوی اونها الان امسال هنوز ندیدم ولی سالهای قبل پر از شکوفه های صورتی میشه و آدم باورش میشه، میگه این همون درخت بود، این همون درخت خشک بود که یهو این همه شکوفه آورد، برگ‌هاشون در میاد. درختان میوه همون درختان خشک زمستان هستن که بعد از چند وقت وقتی حیات و بهار در اونها جاری میشه به تابستان میرسن، شروع میکنن به میوه و ثمر دادن. وقتی به اینها نگاه میکنیم میگیم که خب این کاملا طبیعی هستش، این درختها یک موجودات زنده‌ای هستن چون که ریشه تو خاک دارن، نه؟ و اتوماتیک در نظام و سیستم طبیعت این درخت وقتی که ریشه در خاک داره دوباره حیات خودش رو از زمین میگیره، از اون موادی که در زمین هست و دوباره در واقع تجدید فصل میکنه. هر اتفاقی که باشه این مراحل رو پشت سر میگذاره. یک قسمتی به صورت طبیعی در زندگی ما این هست، ما از فصلهای متفاوتی در زندگی خودمون عبور میکنیم. گاهی خیلی به ما خوش میگذره، به قول خواهر نسیم در آسمانهای روحانی پرواز میکنیم، بهاره، داریم به سمت تابستان میریم، خدمتهای پرثمر عالی و اصلا خسته نمیشیم، پر از قوت هستیم. بعد کم کم میرسیم به پاییز، احساس میکنیم یکم انرژیمون داره میره، قوتمون رفته، انگار یکم حضور خدا داره کم میشه، انگار یکم دیگه خدمتهای ما میوه نمیاره، یه جوری انگار داریم راه میریم در این مسیر پشت عیسی. و به زمستان میرسیم، همه ما زمستان روحانی رو هم تجربه میکنیم، زمانهایی که هیچ قوتی در خودمون نمیبینیم، هیچ حیاتی نمیبینیم، هیچ امیدی نمیبینیم، احساس میکنیم خدمت ما بی ثمره، یه جوری داریم میکشیم خودمون رو پشت عیسی. اما دوباره بهار رو تجربه میکنیم. اما وقتی که به طبیعت نگاه میکنیم، هیچ کدوم ما هیچ موقع انتظار نداریم یک درختی که بریده شده و کنده شده و گوشه خیابون افتاده و کاملا از زمین از ریشه جدا شده دوباره برگ و شکوفه بده. درسته؟ با هم موافقید؟ ما همیشه اون درخت رو به عنوان یک درخت قطع شده می‌بینیم. یه تیکه چوب، یه کنده درختی که اونجا افتاده، خشک شده و هرگز برای اون شانسی دوباره این نیست. اون محکوم به خشک شدن، اون محکوم به مرگ، اون محکوم به بی‌ثمر بودن. چرا؟ چون جدا شده، چون قطع شده، از ریشه، از زمین قطع شده. چطور می‌خواد، از کجا می‌خواد این حیات رو دریافت کنه؟ از کجا می‌خواد این مواد رو دریافت کنه که بتونه رشد کنه؟ مهم نیست چه فصلی از سال باشه، تو زمستون اون همونطوری اون گوشه افتاده خشکه، تو بهار، تو تابستون باز همون گوشه افتاده و خشک و بیجان یک گوشه هست. قسمت‌های از زندگی ما میتونه مثل این درخت کنده شده باشه، درخت قطع شده باشه، درختی که یا بریده شده یا از ریشه در آورده شده، درختی که انگار به هیچ منبع حیات دیگه‌ای وصل نیست. به زندگی خودت امروز نگاه کن خواهر و برادر عزیز. آیا قسمتی از زندگی تو هست که این چنین می‌بینی؟ خشک شده، جا
جدا شده و نه فقط خشک شده و جدا شده، بلکه اون رو اینطور پذیرفتی، گفتی دیگه همینه. شاید در درون خودت باشه، در زندگی شخصیت باشه، شاید در روابطت باشه، در خانواده تو، با همسر، با بچه های تو، همه چی قطع شده، همه چی از بین رفته و کلن تسلیم شدی و اون قسمت رو تمام شده میبینی. شاید سالهاست برای ایمان خانوادت دعا میکنی و اون ایمان نمیاره اون شخص و تو میگی دیگه اوکی، این دیگه فایده ای نداره. شاید در مورد سلامتی تو هست، شاید برای شرایط مالی کاره و یا هر قسمت دیگه ای که از تو دیگه کلن گذاشتی کنار، اون رو مثل اون درخت کنده خشکیده ای که جدا شده همینطوری در زندگی خود پذیرفتی این کنار و اصلا انتظار نداری که اتفاقی برای اون بیفته. آیا قسمتی رو میبینی که مثل یک تکه چوب جدا شده باشه، کنده شده باشه از حیات که خشک و بی ثمر هست؟ اون عیدی که خواهر مهناز در موردش صحبت کرد عزیزان، خبر خوش این هست که خدای ما قادره، خدای ما قادره حتی حیات رو، حتی زندگی رو، حتی نو شدن و جوان زدن و شکوفه زدن رو به اون درخت خشک شده و کنده شده و جدا شده به اون هم دوباره برگردونه. خدای ما قادره و این کار رو کرده و قادره امروز در زندگی من و تو بکنه. باز هم در قوم اسرائیل ما در کتاب اعداد باب 16 ماجرایی رو میخونیم تحت عنوان طغیان خاندان قوره. خاندانی بودند که به ضد هارون و موسی بلند شدند، به اونها شورش کردند و موسی و هارون رو محکوم کردند که شما باعث شدید که فرزندان ما بمیرند، قوم خدا رو شما کشتید. و خدا به خاطر اینکه بتونه حقانیت موسی و هارون رو اثبات کنه تصمیم میگیره یک معجزه ای انجام بده. او به خاندان، به قوم اسرائیل میگه از هر قبیله، از 12 قبیله که بوده، از هر قبیله یک عصا جمع کنید. یک عصا. عصا نداریم امروز. یه عصای برادر پوریا داشت. میگه یک عصا جمع کنید. همه ما عصای چوبی دیدیم. درسته؟ یک تیکه چوبی که حالا از هر درختی درست شده، از هر چیزی، فقط یک تیکه چوب خشکه. همه جا میتونیم با خودمون ببریم. هیچ کی من فکر نمی کنم تو خونه عصا داشته باشه مثلا شبا بیاد عصاشو آب بده، مثلا کنار عصاش آب بریزه که شاید مثلا صبح یه اتفاقی از این، نه، این عصا میدونیم که یه تیکه چوب، ما فقط از این استفاده میکنیم، حالا برای تکیه دادن، برای راه رفتن. عصایی که یک تیکه چوب جدا شده، کنده شده و خشک شده است. خدا میگه از هر کدوم اونها یک عصا برداره. اما خدای ما عزیز، خدای معجزات، خدای غیر ممکن هاست. حقیقتاً هیچ امری نزد خدای ما غیر ممکن نیست. اما فقط برای انجام این معجزه یک شرط لازم بود. یک شرط لازم بود. در اعداد باب 17 آیه 4 به موسی میگه آنها را در خیمه ملاقات مقابل صندوق عهد قرار بده، جایی که من با شما ملاقات میکنم. خدا به موسی گفت اونها رو به حضور من در داخل خیمه ملاقات نزد صندوق عهد بذار. صندوق عهد عزیزان ما میدونیم که سمبل عیسی مسیح بود، سمبل حضور 100% خدا بود. خیمه ملاقات در داخل قدس الاقداس، تنها شرطش این بود که تمام این چوبهای خشک شده بیان و در حضور خدا قرار بگیرن، بیان و در حضور خدا قرار بگیرن در پیشگاه تخت رحمت. بیایم حالا با هم بخونیم ببینیم چه اتفاقی افتاد. اعداد باب 17 آیه 7-9 میگه موسی عصاها رو در پیشگاه خداوند در خیمه شهادت قرار داد. فردای آن روز چون موسی به خیمه شهادت درآمد، اینک دید عصای هارون که برای خاندان لاوی بود، نه تنها جوانه زده و شکوفه آورده و گل داده، بلکه بادام رسیده نیز به بار آورده است. پس موسی همه عصاها را از حضور خداوند نزد همه بنی اسرائیل بیرون آورد و آنان نگاه کرده هر یک عصای خود را گرفتند. هللویا عزیزان، خدای ما چنین خدایی است. او قادره عزیزان، او قادره یک تکه چوب خشک و بی ثمر رو، یک تکه چوب خشک و بی ثمر رو با یک حیات دوباره تبدیل به یک
چوب پرثمر کنه. عزیزان، این عصا وقتی در حضور خدا، در پیشگاه خدا قرار گرفت، وقتی روح خدا بر اون عصا ریخت، نه فقط جوانه زد، میگه شکوفه آورد، نه فقط شکوفه آورد بلکه گل داد. عزیزان، این حیات و زندگی همین طور داشت در اون تکه چوب خشک و بی ثمر و مرده جریان پیدا میکرد، گل داد. و نه فقط گل داد، میگه بادام رسیده آورد، بادام رسیده آورد که دیگران میتونستن از اون بخورن، سیر بشن و اون رو ببینن. خبر خوش نوروز عزیزان برای من و تو این هست: خدا قادره قسمت‌های خشک و مرده زندگی من و تو رو یک حیات دوباره بهش ببخشه، به شرطی که به حضور خدا بیای و بگذاری حضور خدا بر تو قرار بگیره، روح خدا بر تو جاری بشه. در یک ثانیه اتفاق نمیفته. کلام خدا میگه فردای آن روز این عصا باید در حضور خدا میماند، نه اینکه یک شنبه به یک شنبه هر از گاهی برم در حضور خدا. عصا باید در حضور خدا میماند. کجاهای زندگی من و تو خشک عزیزان؟ بیایم در حضور خدا، در اون پیشگاه تخت رحمت بگذاریم، بگذاریم روح خدا بر ما بریزه عزیزان، تا قسمت‌های مرده زندگی ما دوباره حیاتی رو دریافت کنه. کار خدا نیاز به زمان داره. فقط وقتی که من و تو باور کنیم، وقتی باور کنیم که قسمت‌های خشک و مرده، بیابان‌های زندگی خودمون رو به حضور خدا بیاریم و ایمان داشته باشیم که او قادر اون بیابان‌ها رو به بوستان تبدیل کنه، او قادر اون بیابان‌ها رو به جنگل تبدیل کنه، او قادر. عزیزان، همین الان، همین لحظه، هفته پیش خدا این وعده رو به ما داد در کلام خودش، گفت من از امروز شما رو برکت خواهم داد. او قادر همین امروز عزیزان نوروز رو در عمق قلب و جان و زندگی من و تو به وجود بیاره، تا دوباره جوانه بزنیم، تا دوباره شکوفه بدیم، تا دوباره گل بیاریم، تا دوباره گل بیابیم، تا دوباره میوه بیاریم عزیزان و ثمر بیاریم، حتی اگر قسمت‌های زندگی ما خشکه. آیا تو میخوای چنین زندگی داشته باشی؟ آمین. با هم ساعت‌ها بایستیم در حضور خداوند. هللویا. ای خداوند، خدای عالی، ای خدای قدوس، تو رو میپرستیم ای خداوند. هللویا. نمیتونی با صدای بلند، اما در قلب خودت خدا رو بپرست، در قلب خودت او رو بپرست. بگذار این پرستش درونی قلب تو به آسمان بره، او رو حمد بگو، او رو ستایش کن، او رو تمجید بکن، نام او رو جلال بده. هللویا. ای خداوند، تو رو شکر میکنیم که تو خدای قادر مطلق هستی، که تو خدای معجزات هستی، که خداوند هیچ امری خداوند نزد تو غیر ممکن و محال نیست. ای خداوند، امروز با این ایمان اینجا هستیم. امروز خداوند قسمت‌های مرده زندگیمون رو، اون قسمت‌هایی که نیاز به تازگی داریم، اون قسمت‌هایی که نیاز خداوند به یک حیات داریم، اون جاهایی که نیاز داریم ای خداوند که روح تو بدمه، روح نوروز تو بدمه ای خداوند، همونطور که این بهار رو خداوند در این طبیعت میاره، در دلهای ما، در عمق جانهای ما بیاره، در احساسات ما بیاره، در روان ما بیاره ای خداوند. امروز حتی اگه خشک، حتی اگه بی جان، حتی اگه مثل یک تکه عصا و چوب خودمون رو میبینیم، اما خداوند به پیشگاه تخت رحمت تو نزدیک میشیم، همونطور که موسی این عصاها رو در حضور تخت تو گذاشت، ما هم ای خداوند در حضور تخت تو در روح میایم ای خداوند، تا روح تو بر ما بریزه، تا روح تو امروز در عمق قلب ما، در زندگی ما، در خانواده های ما، در خداوند جوانان و نوجوانان ما، در خداوند زوج های ما، ای خداوند تو حیات خودت رو بدمی. ای خداوند، ما باور داریم چون باران روح تو بریزه ای خداوند، حیات جاری میشه، یک شفای تازه، یک سلامتی تازه. هللویا. مثل اون عصاها در حضور روح خدا باشیم. هللویا.